سالار، سلام آقای امین، احوال شهر خوب هستین؟ خوبی، مرسی. من بگو. صدا میاد؟ بله، اگه میشه کوتاه بگو چون من زیاد موندم، 3 ساعت رو بکنم بخاطر بگو تاخیر داره صدا. بله، چشم. من یه سوالی داشتم راجع به تجزیه ایران. اول بگم که من اصلا تجزیه طلب نیستم، مخالفم، اتفاقا برعکسش دوست دارم ایران، کشور همسایه ایران، یه همه‌پرسی برگزار بشه و ایران بزرگتر بشه. سوالم از شما این بود که اگر یک منطقه، مردم یک منطقه بیش از 80%ش رأی به جدایی و منطقه بدن، نظر شما راجع به این چیه؟ آیا میتونه جدا بشه یا نمیتونه جدا بشه؟ یا مردم منطقه اون یکی منطقه ها چه صلاحیتی دارن که جلو این کارو بگیرن؟ من معتقدم که دستکاری با مرز خیلی هزینه داره، مخصوصا الان دیگه. خب یعنی یک زمانی داشتن بعد از جنگ جهانی اول داشتن کشورسازی میشد و هر کسی برای خودش مرزی تعیین کرد و اینا، و اون موقع وقتش اون بود دیگه گذشته. خب الان شما اگه نگاه بکنین هر جا مرز عوض میشه کلی خونریزی و جنگ داخلی و اینا میشه، مرز و اینا بهتره که عوض نشه، مخصوصا تو کشورهای این دورور آفریقا یا تو خاورمیانه که خیلی مردم قابلیت عوض کردن مرز و اینا رو به روش صلح‌آمیزی که مثلا توی کانادا مثلا ممکن بود داشت میشد که نشد چون رای نیورد، که مثلا توی انگلستان داشت ممکن بود بشه که نشد برای اینکه رای نیورد برای اسکاتلند، اینجا ندارن اون قابلیت یه همچین کارهایی رو. خب ولی من یعنی کسی نمیتونه بیاد بگه ما رای دادیم که جدا شیم، خب پس بشیم دیگه. خب مردم انقدر تعصب دارن، انقدر عقده‌این که میگن که شما غلط کردیم، میخوایم برین، ما میجنگیم برای خاکمون، بعد کشت و کشتار میشه تا کلی مدت. یعنی چه؟ ولی خب شما فرض کنید که مردم، مثلا اکثر مردم یک زمینی میخوان جدا شن، تجزیه بشه. البته اینجوری هم نیست البته. خب یعنی ما الان هم شرایطی رو نداریم، خیلی فرضی داریم میگیم. خب ولی فرض کنید که اونجوری به طور خیلی فرضی که بگیم 80% یه منطقه مردم میخوان جدا شن، خب الان ما اون وقت و توی جایی باشیم که مثلا تو آفریقا باشه یا تو خاورمیانه باشه که حتی اگرم بخوان جدا بشن، کسایی که نمیخوان، که میخوان کشورشون رو یک دست نگه دارن، خونریزی میکنن برای دفاع از مرزشون، جوری میشه که هزینه بسیار زیادی داده میشه. یعنی وقت بین دو تا گزینه بد خواهیم بود، یه گزینه ای که آیا جدا بشین که جنگ داخلی بشه، یا اینکه جدا نشین که مثلا به زور با یک اقتدار مرکزی شما رو به جدا از امیال شخصی کسانی که دارن اونجا زندگی میکنن، یعنی با یه دیکتاتوری اینا رو نگه داریم. خب البته خب من میتونیم بگیم که خوبه که تو این شرایط نیستیم، یعنی ما تو شرایطی نیست که مثلا تو ایران 80% مردم کردستان بخوان از ایران جدا شن، یعنی شرایطی وجود نداره. برای همین این خیلی مثلا ما خیلی فرضی داریم صحبت میکنیم. نمیدونم چی شد، رفتش. امیدوارم صدامو بشنوه. بذارم پس من حرفم اول تموم میکنم، بعد دیگه امیدوارم که بشنوه خودش بعدن. برای همین چیزی که هیچ کدوم از این دوتا گزینه خوب نیست، که جدا بشن و جنگ داخلی بشه و خونریزی و اینا بشه، یا اینکه بمونن به زور. خب یعنی من گزینه سوم رو انتخاب میکنم. گزینه سوم موندن به خاطر رضایت. خب موندن به خاطر، نه به خاطر اینکه شما با یک اقتدار مرکزی مجبورشون کردین که بمونن. یعنی شما یک دولتی رو به وجود، یک حکومتی رو به وجود میارین که اینا اصلا به انقدر حقوقشون طوری رعایت بشه مردم این مناطق که اصلا امکان نداشته باشه که مثلا اکثریت بخوان جدا شن، یعنی واقعا به ضررشون باشه که جدا شن. یعنی شما باید کشورتون رو یک دست نگه دارین، نه به وسیله زور، بلکه به وسیله راضی کردن شهروند کشورتون.